با تغییرات اقلیمی و خشک سالی‌های فزاینده، اسپانیا به عنوان یک رقیب جدی در تولید پسته در حال ظهور است. این کشور با افزایش زمین‌های زیرکشت و شرایط مساعد برای کشت پسته، اکنون به بزرگترین تولید کننده این محصول در اروپا تبدیل شده و تهدیدی جدی برای تولید کنندگان ایرانی است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. با تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های فزاینده، اسپانیا به یک رقیب جدی برای ایران در تولید پسته تبدیل شده است. با افزایش دما و کاهش بارندگی، این کشور شرایط مناسبی برای کشت پسته پیدا کرده و زمین‌های زیر کشت این محصول به 79 هزار هکتار رسیده است. این رقم در مقایسه با 7 سال پیش 5 برابر افزایش یافته و اسپانیا اکنون بزرگترین تولید کننده پسته در اروپا و 4مین در سطح جهانی است. پسته که در زمین‌های خشک و شوره‌زار به خوبی رشد می‌کند، به عنوان محصولی ارزشمند در صنایع غذایی و آرایشی شناخته می‌شود. اسپانیا با وجود اینکه تولید پسته اش هنوز به میزان تقاضا نمی‌رسد، اما 90% از تولیداتش به بازار اروپا صادر می‌شود و کشاورزان این کشور به دلیل خشکسالی‌های مکرر به سمت کشت پسته روی آوردند. در گذشته اسپانیا همچنین به عنوان رقیبی برای دیگر محصولات کشاورزی چون زعفران ایران شناخته می شد. با این حال اکنون ایران که پیشتر به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان پسته در جهان شناخته می شد، با افت شدید صادرات روبرو است. بر اساس آمار ایران دارای 530 هزار هکتار باغ پسته است، اما تولید سالانه پسته در این کشور به شدت کاهش یافته و تقاضای داخلی نیز کاهش پیدا کرده است. بر اساس آمار ایران دارای 530 هزار هکتار باغ پسته است، اما تولید سالانه پسته این کشور به شدت کاهش یافته و تقاضای داخلی نیز کاهش پیدا کرده است. با این شرایط به نظر می رسد که رقابت در بازار جهانی پسته به نفع اسپانیا در حال شکل گیری است و این کشور به تدریج جایگاه ایران را تهدید می کند.